به نام خدا، سلام خدمت همه شاگردان عزیز. جلسه 12 هندسه کنکوری رو هم شروع میکنیم. در جلسه گذشته موضوعات مربوط به مساحت مثلث، محیط مثلث رو بررسی کردیم، سوال های کار شد. در این جلسه دریافت طول میانه مثلث و دریافت طول ناصف الزاویه داخلی مثلث رو مطالعه میکنیم. میانه مثلث قبلا تعریف کرده بودیم. میانه مثلث گفتیم قطع خطی که از رسم به نصف ضلع مقابل رسم میشه. برای از اینکه طول از این میانه رو به دست بیاریم، ما گفتیم که میانه رو به چی حرف نشون میدم؟ به حرف وی نشون میدم. چون از رأس A رسم شده میشه وی A، اگر از رأس C رسم بشه میشه وی C، اگر از رأس B رسم بشه میشه وی B. خب بر صورت چون سه میانه داره و از هر رأس یک میانه رسم میشه، برای دریافت VA یا ناصف یا طول میانه که از رأس A رسم میشه، میگیم VA کل مربع برابر میشه با 1/2. چون قرار A به دست بیاریم، در داخل قوس میشه B مربع جمع C مربع منفی A مربع بر 2. از بر کردن از این روش ساده داره. اگر خواسته باشیم طول میانه که از رأس A رسم میشه به دست بیاریم، داخل قوس میشه B مربع و C مربع، B مربع جمع C مربع منفی A مربع بر 2. اگر خواسته باشیم طول میانه ای که از رأس B رسم میشه به دست بیاریم، میشه 1/2 A مربع جمع C مربع منفی B مربع بر 2، چون قراره که طول میانه B به دست بیاریم. V C مربع برابر میشه با 1/2 B مربع جمع A مربع منفی C مربع بر 2، چون قراره طول میانه ای که از رأس C رسم میشه به دست بیاریم. خب در اینجا مثال گفتیم قیمت X رو در شکل مقابل دریابید. برای دریافت قیمت x، طول اضلاع b داریم، ضلع c داریم و ضلع a داریم. به ما گفته قیمت x میگه میانه ای که از رأس a رسم میشه و ضلع مقابل نصف میکنه. پس va قراره به دست بیاریم. برای دریافت va فرمول داریم va کل مربع برابر میشه با 1/2 b مربع یعنی 2 مربع 4 جمع C مربع یعنی 5 مربع 25 منفی A مربع یعنی 6 مربع که میشه 36. بر 2 VA مربع برابر میشه با 1/2 1 × 2 این میشه 18، جمع که بکنه میشه 29 منفی 18 ضرب 2 میشه 11، 11/2. این شد قیمت VA مربع. از دو طرف جذر میگیریم، پس VA برابر میشه با جذر 11/2. برای دریافت طول میانه گفتیم چه کار میکنیم؟ گفتیم چون قراره که از رأس A رسم بشه، میگیم VA کل مربع برابر میشه با 1/2 B مربع 2 × 4 جمع C مربع 5 × 25 منفی A مربع بر 2. A مربع A بود 6، 6 × 2 میشه 18. VA مربع برابر میشه با 1/2 جمع کردم شد 29 منفی 18 که میشه 11/2 هم داره میشه 11/2. VA مربع به دست اومد 11/2. دقت بکنیم که آخر باید جذر بگیریم و VA برابر میشه با جذر 11/2. این شد طریقه دریافت طول میانه یک مثلث. موضوع بعد دریافت طول ناصف الزاویه داخلی مثلث که فرمولی داره. در اینجا مثلث داریم، مثلث ABC با طول اضلاع B و C و A. اگر خواسته باشیم ناصف الزاویه که از رأس A رسم میشه به دست بیاریم، میگیم AD. AD در اینجا A رأس، D هم که نقطه ایه که در ضلع مقابل قطع میکنه. ما قبلا گفتیم که ناصف الزاویه به این کار نداره که ضلع مقابل رو در کجا قطع میکنه، فقط زاویه رو نصف میکنه، که در اینجا این دو خط نشان دهنده اینه که این دو تا زاویه با هم دیگه برابره. AD برابر میشه با 2/B جمع C، چون قراره ناصف الزاویه که از رأس A رسم میشه به دست بیارم، میگیم 2/B جمع C، این دو ضلع دیگر جذره. پس B ضرب C میشه، B ضرب C ضرب U در U منفی A. U چی بود؟ U نصف محیط بود، یعنی A جمع B جمع C بر 2.
اگر قرار باشه که ما ناصف و زویه که از رأس بی رسم میشه به دست بیاریم، میگیم 2 بر A جمع سی، داخل جذرم A ضرب سی ضرب U ضرب داخل قوس U منفی B. و اگر خواسته باشیم ناصف و زویه که از رأس سی رسم میشه به دست بیاریم، میگیم 2 بر A جمع B، داخل جذرم A ضرب B ضرب U ضرب داخل جذرم میشه U منفی C. در اینجا مثال گفته شده، گفته طول ناصف و زویه رو در شکل مقابل دریابید. ناصف و زویه از رأس A رسم شده به ضلع مقابل، میگیم AD برابر میشه با 2 بر B جمع C، یعنی دو تا ضلعی که خلاف رأس A هستش یعنی B و C، میگیم 4 جمع 5 جذره B، B هست 4 ضرب C 5 ضرب U، U اول به دست میاریم، میگیم U برابر میشه با 4 جمع 5 جمع 7 بر 2 که میشه 16 بر 2 8. این شد قیمت U. به جای U قیمتی رو میذاریم ضربه U منفی A. U منفی A یعنی 8، 8 منفی A هم که 7 میشه 1. AD برابر میشه با 2 بر 9 جذره 4 ضرب 5 ضرب 8، 8 رو میتونیم بنویسیم 4 ضرب 2، از این 2 تا 4 1 4 بیرو میشه، پس میشه 4 تا جذر 2 5 به 10. AD برابر میشه با 2 4 به 8 بر 9 جذر 10. این شد دریافت طول ناصف و زویه مثلث. یک بار دیگه یه سوال توضیح میدونم، گفتیم که طول ناصف و زویه از رأس A به دست بیاریم که ضلع مقابل رو در نقطه D قطع کرده، AD برابر میشه با 2 بر 4 جمع 5 که همون BC باشه جذر B ضرب C، یعنی 4 ضرب 5 ضرب U. گفتیم چه رقم به دست میاریم، از لای جمع میکنیم تقسیم 2 میکنیم که میشه 8، به جای U بنویسیم 8 ضرب U منفی M که 8 منفی 7 میشه 1. در اینجا AD برابر شد با AD برابر شد با 2 بر 9 که از حاصل جمع 4 و 5 به دست میاد، یا 8 رو می‌نویسیم 4 ضرب 2، از این 2 تا 4 که از تجزیه کردن 8 به دست اومد 1 4 بیرون میشه، 2 در اینجا میمونه 2 5 به 10، بعد 4 با 2 ضرب میشه، میشه 8 بر 9 جذر 10 که واحد یا اگر سانتی متر بود سانتی متر، اگر متر بود هر چی که بود، با توان 1 گفته میشه. یک جمع‌بندی کلی، دریافت طول میانه مثلث بود و دریافت طول ناصف و زویه داخلی مثلث بود که فرمول های گفتیم که طریقه ساده از بر کردن و به چی شکل هست مثال کار کردیم، همچنین در مورد ناصف و زویه داخلی هم طریقه از بر کردن ساده این فرمول هم گفته شد به شما و مثالی هم کار شد. انشالله که استفاده کافی برده باشیم. ختم جلسه 12 موفق باشید.